به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی‌ناموسان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه و دولتیان و رئیس جمهور و تشخیص و خبرگان و طویله های مختلف که در یک مورد همه با هم همصفتند، همکارند، راهشون یکیست، با اون راه چیزی نیست به جز دزدی. از نظر اونا در گفته زرتشت میگه در دنیا راه یکیست و آن راستیست. اینهایی که پیرو اسلام نیو به محمدی هستند میگویند در دنیا تنها یک راه برای سعادتمندی هست، آن هم دزدیست، دزدی اسلامی، دزدی با فرمان الله، دزدی با فتوا، دزدی با شرع، دزدی با دین. حالا خیلی هم میگن آقا این دین با اون دین فرق میکنه، این دین اصلی به دین فرعی فلان، امروز راجع به اینم صحبت میکنیم. اینها با اجازه الله طبقه هفتم آسمون دزدی میکنن، غارت میکنن، تجاوز میکنن، خانم فروشی میکنن، ظالممت میشن، اون رئیس کلشون پولا رو میگه خانم بفروشین سهم منه بدین. سابقا این کارا بد بود، اینا میگن اسمشو گذاشتن بد که همکار پیدا نشه و الا هرچی توش پول در بیاد آخوند زنه بچهش هم میفروشه برای پول. دو تا چیز آخوند میفهمه، شکم زیر شکم، هیچ دیگه نمیفهمه. بعد میگه سهم الله زیر زمینی هم که امام زمون اسمشه سهم امام داره، شماها نفس میکشین سهم امامو بدین من بخورم، دزدی میکنین سهم امامو بدین من بخورم، نون نداری بخوری سهم امامو بده من بخورم. امام کجاست؟ تایچا. آخوند صبح به صبح میره تایی چاه، با امام صبحونه میخوره، میاد بیرون میگه امام امضا کرد بده به من. پیروان چی میگن؟ معتقدین چی میگن؟ بله غیر از بعد چیزی دیگه شما نمیشنوید. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بحثایی که دیروز داشتم مثل این که یه خورده جنجال برانگیز بوده، در حالی که من سعی می کردم خیلی با ملایمت و تا اونجایی که ممکنه بگم که خودتون فکر کنید، انقدر از من نخواید. یک آقای یک ایمیل خیلی قشنگی فرستاده، بعد آخرش نوشته من همه حرفات قبول دارم، یاد نگرفتم چجوری بدون خدا زندگی کنم، منو راهنمایی کنید. من هرچی بگم میگید حرف منه. یه ایمیل دیگه پیدا کردم که جواب این آقا رو میده. میگه آقای فاضلی عزیز، من انسانی خردگرا هستم. دوستان اگر اون محبت هایی که اول به من نوشتید من نمیخونم، منو ببخشید، من دوست ندارم، نمیدونم استاد و دکتر و فلان و اینا رو اصلا دوست ندارم. و دوست عزیزم محمد ازت معذرت میخوام،
نوشتی که این ایمیل من رو روی ایر نخونید، ولی کسی نمیدونه ایمیل مال کیه، فقط تو میدونی و من، و تو هم میدونی توی ایران اگه صدا کنن محمد همه سرشون رو برمیگردونن. من انسانی خردگرا هستم و به هیچ دینی اعتقاد ندارم. این را مدیون روشنگری های شما هستم. من در زندگی سطوح فکری مختلفی را طی کردم و تا به این مرحله امروزی رسیدم و بسیار خرسندم که در جوانی به این سطح فکر رسیدم و خوشحالم که میتوانم برای آینده‌ام برنامه ریزی دقیقی داشته باشم. اعتقاد من بر این است که در این قرن و در این فرصت مقتنم زندگی باید علم را چراغ راه آینده قرار دهیم تا بتوانیم به مردم دنیا خدمت کنیم. اما مشکل اصلی من چیز دیگری است. امیدوارم بتوانم با راهنمایی شما این مرحله را نیز پشت سر گذارده به افق فکری وسیع‌تری دست یابم. من خود را به سان فردی میدانم که در دامنه کوه ایستاده و هرچه بالاتر می رود افق وسیع‌تری فراروی او قرار می گیرد. این خیلی حرف مهمیه. افق دیدت رو بازتر بکن با خوندن کتاب های مختلف. آقای فاضلی عزیز، مشکل من با عدم وجود یا وجود موجودی به نام خدا، این مشکل رو یا داره یا نداره، ولی بعد توضیح میده. اگر خدا هست پس چرا این همه درد و رنج هست؟ این همه جنگ برای چیست؟ چرا کودک آفریقایی از گرسنگی دنده هایش بیرون زده و یکی آنقدر دارد که در پول دست و پا می زند؟ اگر خدا هست پس چرا ناله های ما را نمی شنود؟ چرا ما را به آرزوهای معقول ما نمی رساند؟ چرا ما را در مملکتی قرار می دهد که مشتی عوضی به آن حکومت می کنند؟ چرا جوانی ما که هر صدم ثانیه آن بند بازی چند مثقال طلا می ارزد دارد نابود می شود؟ چرا؟ 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 آقای فاضلی به من بگویید این دنیا چگونه درست شده؟ اساس این دنیا بر چیست؟ این خورشید و کهکشان ها و طبیعت چگونه درست شد؟ اگر خدا هست کی به دنیا آمد؟ اصلا پدرش کیست؟ مادرش کیست؟ بد نیست بگویم که تصور من از کودکی در مورد خدا موجودی با ریش و عبای سیاه است که در آسمان معلق است. خنددار نیست؟ من از دست خودم و خدا خسته شدم از بس که با این چیزها در مغزم کلنجار رفتم. آقای فاضلی عزیز، لطفاً جواب این ایمیل را بدهید و مرا از شر این خدا راحت کنید. ایمیل مرا در برنامه نخوانید. بی صبرانه منتظر پاسخ هستم. شما چی جواب میدید به این آقا؟ سرطان رو خدا میده، معالجش رو انسان میکنه. دوست عزیزم، همون دوست اولی، هم این محمد که برای من ایمیل فرستاده، من یه سوالی از شما دارم. البته جواب سوال من رو دادی که تو فکر میکردی که خدا یه موجود با عبا و عمامه و ریشه که وسط زمین آسمون معلقه، حتما یه تسبیح هم دستشه. در زبان فرانسه یک لغتی هست که معنی خیلی قشنگی داره، در فارسی معنیش به اون کاملی نیست. لغت هست پریوریته. حالا همین در انگلیسی میاری میشه پرایوریتی، اصلا یه معنی دیگه میده. پریوریته در فرانسه یعنی با چیزی مغز تو رو پر کردن
و دانشی به تو دادن قبل از اینکه تو به جایی برسی که بدونی اون چیه. این دانستنی که تو مغز تو کردند، مثال دارم بهتون میگم، حالا بذارید. ما بچه که بودیم به ما میگفتن هر کسی گوشت خوک بخوره بی غیرت میشه. یا آخوندی این اختراع کرده و گفته گوشت خوک اگر خوب پخته نشه کرم تروشین داره و کرم تروشین یکی از بدترین امراضیست که یک کسی بتونه بگیره. شماها یادتون نیست، چون تمام سیفیجات ما با مدفوع درست می شد، یعنی کود رو می اومدن می خریدن، چاها رو خالی می کردن، اینا رو با خاک قاطی می کردن، می زشتن تو آفتاب، بوگندش همه کوچه رو بر می داشت، بعد سوار خر می کردن، اینا رو توی گاله می ریختن، وقتی خشک می شد می بردن توی مثلا جنوب شابدالعظیم، یه جایی بود به اسم کریزک، یا می بردن ورامین در اصفهان که خیلی تهرانی ها مثلا مسخره می کردن. من یادم، ما بچه بودیم نمی فهمیدیم، می گفتن در اصفهان ککه خرید و فروش میشه. ککه همونه، در تهران هم خرید و فروش می شد. مغنی که می اومد این کارو می کرد پول نمی گرفت یا پول کم می گرفت که خودش بتونه اونو بفروشه. بنابراین اکثر مردمی که در تهران در هر کدوم شهرها زندگی میکردن کرم داشتن مردم، و یکی از بدترینش کرم کدو بود. امروز این مسائل تموم شده و درست مسئله همون چراغ زنبوری و چراغ گردسوز و چراغ سفیدیله و برقه. دیگه کسی اونجا بر نمیگرده. شعور این که بفهمن این چه مرضی داره، این به خصوص خوکایی که توی لجنزار و اینا تغذیه میکردن، چون خوک توی لجنزار اصولا تغذیه میکنه، با خوکی که تو خوکداری چیز هستش پرورشش میدن فرق میکنه، ولی به ما گفته بودن گوشت خوک بده. شما هر وقت به این گوشت خوک نگاه میکردی چندشت میشد. من یادم یه رفیقی داشتم بازاری بود، این ژامبون میخورد، ژامبون گوشت خوکه چه بشکن هم، اما گوشت خوک نمیخورد. یک جیگری بود سر چهارراه تو خیابون تخت جمشید که بعد اونجا شد خیابون ویلا، اونجا خرابه بود، یعنی خیابون ویلا بالای تخت جمشید ما نداشتیم، تا شارزا داشتیم. یک ارمنی بود اونجا کباب میداد. من با یکی از این، امیدوارم صدای منو بشنوه، سنش از من بیشتره، از هنرمندهای خیلی خوب ایرانه، میرفتیم اونجا و توی ماشین من میشستیم که مردم نبیننمون. این آقا گوشت گراز وحشی، اینا شکار میکردن توی مازندران، اونجا گوشتشو کباب میکردن و اسمش کباب بلبل بود، ما اون زمان میخوردیم. اما همین آقا که کباب بلبلو عرقو اونجا تو ماشین با ما میخورد، گوشت خود نمیخورد. چرا؟ پیش خونی بود توی مغزش، بهش گفته بودن که این بده، آدمو بیغیرت میکنه. اما اگه اسمش گوشت بلبل بود یا گراز بود، گراز خوک دیگه نیست. چرا؟ گراز خود خوکه، هیچ فرق نمیکنه. ببینید این خدا اینا رو، این مثل، من از این راحت تر نمیتونم براتون مثل بیارم. این خدا همونه، یه چیزی رو تو مغز ما کردند. هیچ وقت فکر نکردی ببینی
وقتی میگه ید الله فوق عیهم، دست خدا بالاترین دست هاست، پس خدا دست داره از اینا. والله سمیع علیم، خدا شنوا و داناست، هم گوش داره هم مغز داره. خدا بصیره، خدا مکاره، خدا بخشن. یه چیه موجودی درست کردن مثل انسان، توی تورات اصلا میگه که یهوه گفتش یه چیزی شبیه خودم میخوام بسازم. اینا رو اگه همشو بخونی یا میبینی یه پادشاهی رو مجسم کردن، پادشاه اون وقتا که آدم کش بودن، نمیدونم حکم میداد 200 نفر رو بکشین، همونجور که محمد یهو گفت 700 نفر رو بکشین. اینا وقتی به قدرت میرسیدن حکم میدادن و اون حکم اجرا میشد. تو بیا تکلیف تو با خدا روشن کن. دیروز به اون بانویی که از من خواسته بود گفتم من چیزی ندارم به شما بدم. محمد اگه 360 بت رو شکست، یه الله جانشینش کرد. من چیزی ندارم به شما بدم جای الله بذارید جز خرد. خودت میگی اگر یه همچی چیزی وجود داره پدرش کیه، مادرش کیه؟ عزیز دل من، انقدر این کهکشان ها بزرگه 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 که توی مغز، چون مغز همه کار میتونه بکنه، سریع ترین. ببین من الان اینجا نشستم، یه مرتبه میتونم فکر کنم کنار رودخونه کرجم، 12,000 مایل رو در عرض اصلا زمانشو نمیتونی، 0.1 ثانیه من میرم. من میتونم به اونور کرات با مغزم سفر کنم، اما اول باید برم آگاهی به اونور کرات رو پیدا کنم، نه اینکه روش خودم میام بشینم فکر کنم اونجا حتما آسمون رو با میخ کوبیدن به آسمون. یه وقتی 1400 سال پیش مردم نمیفهمیدن اینا رو قبول میکردن، امروزم هر کی میخواد قبول کنه من باهاش گرفتاری ندارم. اما تو این خدایی رو که از من سوال کردی، این چه جور خداییه؟ همون آخوند ریشوه است یا فرمشو عوض کردی؟ اما یک شبه نمیشه همه راه رو رفت. حافظ وقتی که اومد اسلام و قرآن و همه اینا رو گذاشت کنار، رفت کیش مهر رو به دنبالش رفت، چون خرافات اسلامی در کیش مهر کمتره. کیش مهر مادر دینهایی مثل زرتشتی، مثل عیسویت و خود شیعه‌گری، ما مقدار زیادی داریم از کیش مهر در شیعه‌گری. این صوفیای ما میخواستن مهری رو حفظ کنن، به خصوص اون علی اللهیا. در خود قرآن تأثیر رو قرآن گذاشته، میگه خدا نوره، مهر همون نوره، نور خورشیده. یک مهر قبل از زرتشت داریم، یک مهر بعد از زرتشت داریم، یه مهر در قالب انسان داریم، یه مهر رویایی داریم. من نمیگم شما برید مهری بشید. بشر وقتی عقلش نمیرسیده یه موجودی اون بالا درست کرده که موقعی که گرفتاره دست بزنه به اون آویزون بشه. یارو که سرطان داره، یارو که بچهش زبون وانه میکنه، یارو که هر گرفتاری دیگه داره، به عوض دکتر میره کاغذ میندازه تو چاه. خدای اون چاهه.
میره آویزون میشه به ذریح امامزادش، پول داشته باشه میره مشهد به امام رضا آویزون میشه. فکر نمیکنه که این خودش برای خودش چیکار کرده. راه به وجود اومدن امامزاده رو چند روز پیش از قول یکی از دوستان که از اصفهان نوشته بود براتون خوندم که امامزاده چجوری به وجود میاد. شما سوالی از من میکنی، این سوالت اینه، به من بگویید این دنیا چگونه درست شده، من چجوری توی این 50 دقیقه یا حتی 6 تا 5 تا 50 دقیقه یه هفته وقتم رو بذارم بشینم راجع به کهکشان ها، فرضیه بیگ بنگ یا فرضیه های دیگه و ببرم سطح کارم رو روی یک پایه علمی و وقتی رفتم رو اون پایه علمی حوصله مردم رو سر ببرم و پاشن برن دیگه بگن بابا فاضلی هم شنیدنی نیست، یه چیزایی میگه عقل ما قد نمیده. شما میخوای من اینجوری به شما بگم کهکشان ها چجور به وجود اومده؟ تمام دنیا، تمام دانشمندا دارن دنبالشن که ببینن چجور به وجود اومده. فرضیه های مختلفی دارن اما تو هیچ کدومش خدا نیست. حتی اینشتین تو وصیت‌نامه‌اش نوشت، من کتابی دارم اینجا وصیت‌نامه اینشتین و آخرین میگفت خدایی وجود نداره. یه یهودی بود ولی یهودی‌ها واسه اینکه اذیتش نکنن تو مدت عمرش نگفت، آخر عمرش گفت، کتابش هم دارم اینجا میارم مثلا براتون میخونم. اما همه اینشتین نمیشن. ولی عراقی و مولوی راحت گفتن اونجا که داری میرین خشت گله، دنبال خدا میگردی، به خودت نگاه کن، برو تو آینه ببین، بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. کنفوسیوس گفت هر انسانی به دنیا بیاد یه خدا باهاش به دنیا میاد، این خدا با این انسان میمیره. ما نمیدونیم راجع به چی حرف میزنیم، برای نمیدونیم اسم گذاشتیم و دنبال اونیم. اینها همه را که گفتم عقاید منه از کتابهای مختلف. شما هر جوری میخواید باهاش زندگی کنید. باز فردا نگید به من آها خدا رو میخوای از ما بگیری جاش چی میدی؟ من نه خدا رو میخوام از شما بگیرم، نه چیزی جاش دارم که به شماها بدم. تفاوت من با آدم های دیگه در همین، من ادعایی ندارم، من فقط چیزی که به شما میگم، میگم برید بخونید. میگن میره داماد میرفت توی مستراح مسجد، یک چراغ روغنی بود، درسشو پای اون میخوند. اینها باز خبرگزاری میگن هان، ولی تشبیهه که کسی که بخواد پیدا کنه، کسی که بخواد بفهمه، کسی که بخواد بدونه میره دنبالش و یاد میگیره. من توی مملکتی بزرگ شدم و این چیزها رو یاد گرفتم که همه اونایی که منفی بافن میگن کتاب خوندن قدغن بود. من تمام کتابای کمونیستی رو خوندم. الان تو خونم کاپیتال مارکس رو دارم. کتاب مادر رو الان اینجا دارم که اون وقت میگفتن توی ایران ممنوعه. از ایرانم آوردم. دروغ میگن. کسی بخواد بخونه، ما ایرانی ها متاسفانه علاقهی به خوندن نداریم. دیروز براتون گفتم خریداران فیلم خوب شدن، مردم فیلم میخرن، نباید بشینن
سوره نساء آیه 27، در صورتی که کسانی که دنبال شهوات می روند می خواهند که شما هرچه بیشتر منحرف شوید. اینا رو خدا داره میگه. خدا می خواهد بار شما را سبک کند، چون انسان ضعیف آفریده شده است. انسان کی آفریده؟ خدا. چرا ضعیف آفریده؟ مرض داشته، آزار داشته. این بیماری ها رو کی آفریده؟ عقرب رو کی آفریده؟ آه تو فقط میخوای ببینی تو چجوری درست شدی؟ 150 میلیون حشره روی این زمینه، همه هم خدا آفریده. خدا چجوری آفریده؟ چیکار کنن اینا؟ مصلحتی بوده، مصلحت در مصلحتیست که مصلحت باید مصلحت کنه. جواب آخوندی هر جا عقلش نرسه مصلحته. ای افراد با ایمان، مال یکدیگر را بین خود به باطل نخورید. بریم مال غریبه رو پیدا کنین بین خودتون بخورین، مگر اینکه تجارتی روی رضایت دو طرف باشد. یکدیگر را نکشید، چون خدا نسبت به شما رحیم است. افراد با ایمان میگه همدیگر را نکشید. وقتی میخواید بکشید، به خمینی میگه که بگو صدام کافره، به صدام میگه بگو خمینی کافره. پس افراد با ایمان همدیگر رو میتونن بکشن، ولی اگه گفته نکشین، راه اسلامی داره. هر کس روی تجاوز و ظلم چنین کاری کند، او را وارد آتش جهنم میکنیم. میدیمش دست حسن کبابی. این کار برای خدا بسیار آسان است. کبابی خوبی داره خدا. اینا همینجوری وا کردم قرآن ها. اینا کلام اون خداییش که تو مغز توه. تو بیشتر میفهمی الان یا اون خدایی که اینا رو گفته؟ اگر بیای به این چیزا فکر بکنی، اون وقت میبینی کجایی. من دیگه بیشتر از این اجازه بدید راجع به بود و نبود و رفت و آمد خدا صحبت نکنم، چون من نمیخوام تبلیغ با خدایی بکنم نه تبلیغ بی خدایی. من فقط میخوام تبلیغ دانش بکنم. اتفاقا یکی از بانوان سوال کرده حضرت محمد ختنه کرده بود یا نه، چون در بین اعراب ختنه کردن رواج نبود، فقط بین یهودیان بود و محمد هم تا 40 سالگی بود پرست بود. پس چه جوری شد که به همه میگه ختنه بکنین خودش نکرده؟ یکی در خود تورات رو، اگه تورات رو بخونین، خدا تو بیابون دنبال موسی میکنه، چون موسی هم ختنه نکرده بوده. بهش میگن قلفه، قلفه رو باید برید و توی بیابون سرعقب موسی میکنه و موسی رو میخواد بگیره و بکشه، برای اینکه موسی ختنه نکرده است. اینا قصه هاییست که به درد همون آدم های اون برهوت میخوره که جن رو باور دارن، روح رو باور دارن، نمیدونم هر چی بهشون بگی باور میکنن. سه نفر رفتن تو غار 300 سال خوابیدن، نمیدونم از این حرفا. اینا همه مال قدیما بوده، مال حالا نیست. همون سوره اصحاب کهف که بخونیم، وقتی تعریف میکنه اصلا نمیگه این سه نفر کجا بودن، چیکار کردن، کدوم شهر بود، اون غار نزدیک کجا بود، سنگی بود. یک حرفایی توش میزنه این کتاب نها آقای مهدی شمشیری، افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین. اینقدر اشتباه تو این کتاب هست، یکیشو الان براتون میخونم. من یه دو تا چیز آوردم دیروز،
بذار اول اینو بخونم. من میگه با سلام و درود فراوان خدمت آقای فاضلی، من مدت 2 ماه هست برنامه‌هایتان را میبینم. باید اعتراف کنم که واقعا تکان دهنده و رعب‌آور است. ما اصلاً مسئله نداریم برادر، رعب‌آور شه ترس از انکار چیزی که به امید آن زندگی میکنی. من نمیتوانم راحت این چیزها را انکار و فراموش کنم. مسلمه، من همیشه گفتم به این آسونی نمیشه. امروز بحثم همین بود که اینا رو تو مغز ما فرو کردند. پدر گفته، مادر گفته، آخوند گفته، اطرافیان گفتن، الان که تو مدرسه، یعنی بدترین بدآموزی ایران مدارس و دانشگاهه. هرچند که بسیاری از آیه ها با عقل سازگاری ندارن. چند روزی است که دارم قرآن را با دید انتقادی میخوانم و تو این 110-20 آیه اول نزدیک به 250 نکته و سوال یادداشت کرده ام که بعد از مطالعه کامل به دنبال جواب خواهم رفت. این یکی از این نکته هاست. سوره بقره آیه 33: و هنگامی که گفتیم فرشتگان را که سجده کنید، آدم را پس سجده کردند مگر ابلیس که ابا کرد و سرکشی نبود و از کافران و بود از کافران. میگه آیا فرشتگان مختارند و میتوانند کاری جز فرمان خدا انجام دهند؟ اگر جواب مثبت باشد پس به گفته های جبرئیل باید شک کنیم. در آیه 31 میبینیم که فرشتگان سلب اختیار شده اند. بعد در حرف، در عرف، کافر کسی است که خدا را قبول نداشته باشد و وجود او را انکار کند، ولی در این آیه میگوید کافر کسی است که از فرمان خدا سرپیچی کند، زیرا که ابلیس خدایی را که از نزدیک دیده یا حس کرده نمیتوانست انکار کند. به جای سار از کان استفاده شده که در آیات بعد معلوم شد لفظ قرآن این گونه است. سار رو نمیدونم که ان نبوده چجوری، چون فارسی نوشته من نمیدونم. این شروع کارشه. من همینو میخوام بری خودت بخونی. میگه 120 آیه از بقره خوندم، 250 تا سوال برام پیش اومده. چون بقره یعنی گاو، مهر پرستی برنامش اینه که خورشید فرزندش رو فرستاد زمین و این فرزندش اومد گاو رو گرفت و برد توی قاری و سرش رو برید و خون اون تبدیل شد به جوانه گندم و زمین بارور شد. حالا چرا اسم سوره قرآن رو میذارن بقره یعنی ماده گاو؟ نمیدونم. چه ربطی به هم دیگه داره؟ نمیدونم، نمیخوام بدونم. خودتون برید پیدا کنید که مهرپرستی چقدر اثر گذاشته روی دینهای دیگه. چون اینا که میان دین درست میکنن، از این ور از اون ور اینا رو میگیرن با هم دیگه یه معجون درست میکنن میدن به شما که خودشون بشن رئیس. بعدم آدم هایی که دنبال اون میان، اونا از این ور میکشن از اون ور میکشن، با هم دیگه جر و بحث میکنن. یکی میشه حنبلی، یکی میشه شافعی، یکی میدونید هی شاخه شاخه میشن. برای اینکه همه میخوان شاه بشن. در یه رفیق ما داریم، داوود، تو کاناداست. از کسانی است که اون تو کانادا یه نفر رو دارم استیو، یه نفر رو دارم داوود. حتی اون موقعی که من کار نمی کردم اینا پشتیبانی می کردن از من و اصلا حساب براشون باز کرده بودم.
یه یاد داشتی امروز با ماهانه‌ای که برای من میفرسته فرستاده، دیروز یعنی، نوشته افراد بیشماری که از بیماری های مختلف رنج میبرند یا میبردند و هنوز برای بیماری آنها مداوایی نبود، تصمیم گرفتند که با پرداخت مبالغ زیادی خود را به دستگاه های منجمد کننده بسپارند تا شاید بعد از سالها که راهی برای بهبودی آنها پیدا شد از انجماد بیرون آیند و زندگی بدون درد و رنجی را پیش گیرند. ولی ما احتیاجی به این دستگاه های منجمد کننده نداشتیم. چه میلیون ها ایرانی هنوز در سرمای 57 منجمد گشتند، یعنی هنوز تو سال 57 دارن زندگی میکنن و امیدوارند که بیماری بیخردی آنها به دست غرب یا شرق مداوا گردد و برای این درمان آنچه را که نامش ایران است میپردازند. وقتی که شما ولی آتشی که توسط شما و چند تن دیگر برپا گشته به زودی این پاک باختگان را از آن انجماد بیرون خواهد آورد. با سپاس فراوان از دور دست شما را می فشارم. این حقیقتیه. برید فرض کنید به رادیو امریکا، همون وایس آف امریکا گوش بدید، ببینید چجوری میان مثلا نماینده فوکل و کراوات داره طرفا، اما حرفایی که میزنه نماینده ولی فقیه. اون سازگارا رو فرستن اینجا، دارن خرجش رو مرتب میدن. وایس آف امریکا و رادیو فردا هم خریدن از زیر، راحت دارن کاراشون میکنن. این دوتا شدن صدای جمهوری اسلامی. پولش رو، حقوقاشون رو از امریکایی‌ها میگیرن، از تاکس دهندگان، از مالیات دهندگان امریکایی میگیرن. من ببینم چقدر وقت دارم. زیاد وقت ندارم، سه تا ایمیل دارم یا چهار تا، میخوام اینا رو براتون بخونم امروز. یکیشون این شعر رو میخونم، هر شعر دیگه برای من بفرستین نمیخونم. شعر بایست، شعر خیلی گرفتاریا داره. شما یا شعر نو بگو یا شعر سرج و قافیه. این بحری که شما تو شعر میگی، این بحر رو من نمیشناسم. اگر دین و خرافاتی نبودی، اگر مغز بشر قاطی نبودی، کجا شیخک دکانش باز می کرد، شکم را با چه حیله پر نمودی. این ربایی نیست قربونت برم، حرفش قشنگه، راحت بنویس. حتما باید قافیه داشته باشه. تازیان فرهنگتان ویرانگری است، دینتان آموزه غارتگری است. تازیان آیینتان خونخواری است، مغزتان پرکرم و پربیماری است چون قافیه تنگ آید. از بیابانگرد بی علم و خرد، چه خردمندی خردمندی خرد. این آخری رو خیلی قشنگ گفتی، چه خردمندی خردمندی خرد. باریکلا اینجوری فکر کن اگر میخوای شعر مقفع بگی. ای مردم خفته، گول مفتی خوردی، دیدی که چگونه نفت مفتی خوردی. از مفتی مفت خور، چه مفتی خوردی. ای مفت طلب، هر آنچه گفتی خوردی. بعدم چیز دادن که با مفتی بازی کرده، مفتی یعنی فتوا دهنده، مفتی یعنی مجانی، با این دوتا بازی کرده، بد نیست. ولی کو حالا حالا ها جا داری. یکی دیگه از دوستان آرش میگه سه سوال دارم. آیا میشه گفت چون در 1400 سال پیش
زور قانون کمتر از زور مردم بود و کسی کنترل بر رفتار و اعمال مردم نداشت و مردم از چیزی نمی ترسیدند، محمد و اطرافیانش این فکر به ذهنشان رسید که کتابی درست کنند و بگن این از طرف خداست. صحبت قانون نیست. هان بعد ادامه داره، تا بتوانند هم کسب و درآمد داشته باشند و هم قانون جدید درست کنند که بتوانند مردم را کنترل و امنیت جامعهشون را تأمین کنند. اینی که اولا محمد با اطرافیانش هیچ چیزی نداشت، از اونا استفاده میکرد، ولی کتاب رو حتی به اطرافیانش میگفت از اون بالا میاد، میگفت جبرئیل میاد و من میرم زیر پتو، زیر کسا، زیر ارباز، زیر هر چیزی، اونجا بر من تعریف میکنه و من میام بیرون بر شماها تعریف میکنم. این بود که اطرافیان ممکن بود مثلا خیلی چیزها میگفتن که عمر هرچی میگه سه روز بعدش الله در اون مورد یه دونه آیه میفرسته، ولی خیلی مسائل بود که الله آیه میفرستاد که اصلا ربطی به عمر هم نداشت. اینی که اینها تمام تراوشات مغز خود محمد امروز روز، همه دارن میگن، استادان اسلام شناسی دارن میگن، حتی سروش میگه، حتی اکبر گنجی میگه، دیگه انقدر باز شده، همچین چیز سختی نیست که بگی که اللهی در کار نبوده که اون بالا بشینه همه کهکشانها رو ول کنه بره تو ام القرى مکه. یه خود خنده داره. حتی رو خود کره زمین، نمیدونم چین و ژاپن و ایران و روم و همه رو ول کنه بره یخی یه نفره بگیره که اونجا. حرف اول محمد این بوده که بابا این خونه کعبه ما هم سهم داریم، سهمش که بهش ندادن گفته حالا همه رو خراب میکنم، شما بابت این بوتا پول میگیرین خرابش میکنم. بعد حالا اگرم میگفت این کتاب مال منه کسی قبول نمیکرد، پس بنابراین یه الله درست کرد، گفت الله مال الله. دو، اگه ما فرض کنیم این آخونده درست میگن و اومدن مقدمات ظهور امام زمان رو فراهم کنن، خب امام زمان وقتی میاد که دنیا پر از ظلم و اینها باشه و در کل یه چیز شبیه به ایران فعلی و یا بدتر از اون درست شده باشه، خب میشه گفت اینها نماینده امام زمان هستن و از قصد بمبگذاری میکنن تا جهان رو ناآرام کنن و جنگ را بندازن تا امام زمان ظهور کنه. ببین تمام استدلالاتت بسته است، بسته توی همون جایی که هستی. البته توی لس آنجلس هم داریم از این آدم ها، برو بنیاد ایمان پره میبینی، اما باز تو بنیاد ایمان هم الان یه نوع اسلام شاهنشاهیه، یعنی دختره با شلوار جین چسبون و ایناش میره اونجا دم در، یه چادر میدن سرش میکنه، میره غذا مزاشو میخوره، بعدم میگه من مسلمونم، بعدم دوباره میاد بیرون خیرشو میده میره. هیچ اشکالی هم نداره ها، تو امریکا داره زندگی میکنه، اونجا مفخوری میشه کرد به اسم اسلام. یادم باباش مثلا از ایناست که تو ایران از اون کارا میکنه، یعنی دوزی. خب این باید بره به اینجا گزارش بده به که ما مسلمونیم، چون اون دکونی که بنیاد ایمان درست کرده اونم خرجش از اون برمیاد. سه، حالا این همه جا تو دنیا، چرا خدا باید همه نقشه هاشو توی ایران پیاده کن؟ میگه چرا امام زمان فقط تو ایران باید بیاد؟ در این که ما چسبیدیم به فلان امام زمان، ما ایم که واسش چا درست میکنیم، ما ایم که ببعی هستیم، به خدا مربوط نیست، ما خودمون امام زمان درست کردیم، خودمون میریم سر چاه، توی هر شهری بری یه چای امام زمان هست. اونا که تو کرمانشاه هستن میفهمن من چی میگم. ما همین جمکرون رو میرفتیم، ما بچی که بودیم خب مسلمون بودیم، میرفتیم تو همین جمکرون، ولی اینجوری نبود
که هتل درست کنه هر که خانم برمیداره بره اونجا، اونجا آزاده. البته سیغم میفروشن، چون آخونده هر کاری میکنن باید استفاده بکنن، اگه استفاده توش نداشته باشه فایده نداره. این آقایی هم که میخواد کودتا بکنه به زودی، من نمیدونم، خیلی زیاد نوشته نمیتونم بخونم، ولی میدم به کسایی که بتونن بخونن براش. یک آقایی برای من یه روزی نوشته بود، این یه چیز جالبیه هم برای شما هم برای من، نوشته بود که دلیل آورده بود که تو وقتی میگی هر چیزی رو که من نبینم باور نمی کنم، اون شبی که پدر و مادر تو رو ساختن تو اون شب نبودی و چیزی رو ندیدی، پس نمیتونی باور بکنی. من دیدم حرف احمقانه است، ببخشید حرف احمقانه، یعنی من خودم قاطی بحث بچگانه نمی کنم. یه وقتم میبینی اون آدم آدم خیلی باشعوری، منه میخواد توی دام بندازه، میذارم یه دونه دیگه از دانشجوها جوابشو بده، جوابش اومده. آقای فاضلی، در پاسخ آن شخصی که، البته ایشون شخص ننوشته، من میخونم شخص، که به شما گفته بود که شما هم بستر شدن مادر و پدرتان را ندیده ای، پس نباید باور کنی که فرزند ایشان هستی، باید بگویم که این شخص عقلش نرسیده که ما میتوانیم از راه ژنتیک و بررسی دی ان ای شما اثبات کنیم که آیا فرزند پدر مادرتان هستید یا نه. اون دی ان ای هم نمیفهمه چیه. اون وقت من میندازه یه جایی که من برم دی ان ای رو براش بگم. ببین، یه کسی هست خوابه، یه کسی هست میخواد بخوابه، خودشو به خواب زده، نمیتونی بیدارش کنی. تو ایران از این آدم ها زیاد داریم. دیروز براتون گفتم که میگه که بهترین دینا دین اسلامه، بهترین خداها نمیدونم، بهترین مذهبا شیعه است. چرا؟ برای اینکه من میگم. خب من اگه بخوام بیام برم خودمو بندازم اونجا، بعد بیام بگم نه دین اسلام بهترین دینه، دین شیعه، با وقت دشمن برای خودم درست میکنم که چی؟ ما اونو میذارم توی قهقرهای خودش بمونه، یه روزی بیدار میشه. اما حرف برای جنریشن و نسل بعدی و بعدی و بعدی. تنها کاری که میکنید مواظبت کنید از این نوارها، چون همکاران من هیچ کدوم اینجور بایگانی ندارن. من از هر برنامه‌ام دو تا چیز دارم، دو تا یعنی آرشیو دارم، یه آرشیو توی صندوق بانک، یه آرشیوم خودم نگه می‌دارم که اینا از بین نره، برای اینکه حرف من با نسل آینده است، چون نسل آینده یه مرتبه یادش میره چه خبره. یهو آخونده خوب میاد، مثل این آخوند فکولیا که الان میگن همه آخونده بد نیستن، چون خودشون بچه آخوندن، میگن همه آخوندها بد نیستن. چرا؟ همه آخوندها بدن. آخوند به یه جایی میرسه، یا باید انتخاب کنه اون لباس کثیف رو از تنش در بیاره، یا اینکه به همون راه دزدی بره و مفتخوری و وطن فروشی. کجا بودیم؟ یا نه، پاسخ این سوال علمی است. پس این شخص باید بداند که دست کم ما اکنون روشی برای این مسئله پیش روی من داریم. اما ما چطور می توانیم وجود خدا یا چیزی را که ندیده ایم و نه اکنون حاضر است آن را اثبات کنیم؟ مثلا وجود محمد در غار حرا که با الله گفتگو می کند. محمد در غار حرا با الله گفتگو نمی کنه، با نمایندگی الله گفتگو می کنه. جبرئیل، خود لغت جبرئیل یک لغت آرامیه، ایل یعنی خدا، این خدا را همیشه داشتن، همیشه ساختن. بشر چون می ترسیده خدا سازی کرده،
اگر میخواید کامل اینو بدونید، کتابی هست به نام و انسان خدا را آفرید. انسان هرچی لازم داشت آفرید. هواپیما رو انسان آفرید، خدا نیافرید چون لازم داشت. اتومبیل رو انسان آفرید چون لازم داشت. اون وقتا خدا رو لازم داشت، خدا رو آفرید. بعد یک کسانی اومدن که از این راه استفاده بردن، خداهای مختلف و همه رو چپوندن توی یه قالب، بردنش یه جای دیگه نشوندنش. پس اون شخص باید بداند که باور به این که من فرزند پدر و مادرم هستم همانقدر محکم و قابل اثبات است که باور به وجود محمد به عنوان کسی که از سوی خدا به پیامبری منصوب شده غیر قابل اثبات، و یا حتی وجود خدا نیز به راستی نمیتوان پذیرفت. استدلال ایشان چنان خنددار است آقای فاضلی، چنان خنددار است آقای فاضلی که آدم نمیداند چگونه باید با این اشخاص بفهماند که بچسبید به زندگیتان و این توهمات را کنار بگذارید. من فقط خشمگین میشوم وقتی چنین سخنانی در برنامه شما از سوی این اشخاص میشنوم. درود به شما که انسان شکیبا شکیبایی و سختی هستید. من اگر قرار بود که با این حرفا از میتون در برم، و خیلی سال شروع کردم عزیز من، شماها من رو به چشم معلم میبینید، چون شماها من رو به چشم معلم میبینید، یک معلم باید صبور باشه. یک معلم خدا نیست که بچه هاشو ببره شاگرداشو کباب بکنه. همه شاگرداشو دوست داره. خدا آدم مکاریه، خدا آدم جلادیه، خدا آدم خونخاریه. البته آدم نیست، خداست. اینها رو من نمیگم، این کتابه میگه. شما هر جوری دلتون میخواد فکر بکنید. من از خودم هیچی در نمیارم. کتاب بخونید، احتیاج به من ندارید. من فقط راهنماییتون میکنم که کتاب بخونید، خردتون رو زیاد بکنید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف ماید که تو را دست خدا بسپارم.